دولت آمریکا به خبر حضور نیروهای نظامی ایران در سوریه واکنش نشان داد. بیشتر خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع لبنانی ادعا کرده بود که تهران در ده روز گذشته نیروی زمینی به سوریه اعزام کرده است. جان ارنست سخنگوی کاخ سفید در این باره گفت اگر این موضوع درست باشد و منابع مختلف آن را تایید کرده باشند، وقت تصویر روشن و مبینی از چگونگی مداخله نظامی روسیه در سوریه خواهیم داشت که بر روی بمباران بیرویه مواضع مخالفان متمرکز شده و موجب تقویت جنگ فرقه ای خواهد شد. به دای خبرگزاری رویترز قرار است نیروهای نظامی ایران، حزب الله لبنان و ارتش سوریه علیه مواضع مخالفان عملیات زمینی انجام دهند. پیشروی زمینی این نیروها با پشتیبانی هوایی روسیه همراه خواهد بود. هدف از این عملیات بازپسگیری مناطقی است که در کنترل مخالفان قرار دارد.